راک کشمیر. کشمیر که نام کشوری است در همسایگی پاکستان و هندوستان و البته منطقه‌ای جدا شده از هندوستان که داعیه استقلال داره و طبیعتاً برمیگرده به مرابطات فرهنگی بین ایران و هند. از لحاظ حالت ملودی به موسیقی اون منطقه بسیار نزدیک هستش. ملک و شعرهای بهار در کتاب سبک شناسی میاره که کشمیری از لهجه های غیر ایرانی هست. به شعر حافظ شیراز میرخصند و میخوانند سیه چشمان کشمیری و ترکان سمرقندی. وزیری در کتاب آواشناسی خودش اون رو شبیه به بیداد همایون میدونه، ولی در ردیف میرزا عبدالله و ردیف استاد دوامی این حالت شبیه بیداد نشده و بیشتر در دانگ دوم اصفهان، یعنی دانگ دشتی دوره میبه ملفا، گردش ها شکل گرفته و در ردیف میرزا عبدالله از دانگ ماهور دوره میبه کارفا هم استفاده شد. معمولا در وزن مجتز خونده میشه، مثل کرشمه. مثلا روی شعری از حافظ شیرازی: اگر تو فارغی از حال دوستان یارا، فراغت از تو میسر نمی شود ما را. ز زلف او همه شد پر ز مشک، دوش و کنارم. ز لعل او همه شد پر ز شهد، کام و دهانم. در ردیف میرزا عبدالله راک کشمیر بر وزن مجتس مسمن مخبون محذوف، یعنی مفاعلون فعلاتون مفاعلون فعلون، شکل میگیره و یک نظری میکنه به قسمت پایانی عاشوراوند. انگار عراقی در فا یک لحظه تشکیل میشه و بعد فرود میاد. البته این تشکیل شدن بسیار مقطعی هست و به عنوان یک حالت استفاده شده و اینکه میبینیم درش هم میبه کار استفاده شده و هم میبه مرد از این جهت. و در پایان هم مشابه حرکت های راک هندی شکل میگیره.